سلام افغانستان، سلام کابل زیبا و یک سلام خاص خدمت تمام کسایی که همین اکنون ما را بیننده هستند. امیدوار هستم که همگیتان همتو خوب و صحتمند و سرحال باشین و همتو پر انرژی دیگه تا آخرین دقایق بیننده برنامه ما باشین. خوش آمدین، صفا آوردین، قدمایتان روی چشمای ما را واقعا خوشحال ساختین. خیلی ببینید. خوش باشی، زنده باشی، بخیر باشی، قربانت شبانه جان، زنده باشی. سلام های مرم دوستای عزیز، پذیرا باشین، امید که جور صحتمند و سرحال باشین، هر جای دنیا که هستین هم تو خوش و حرام در کنار فامیلا باشین. دیگه دخترا جان هستین؟ خوش آمدید. هستیم نه مایک دارین؟ برای مایک خدا نمیتونم تو سلام و صد سلام خدمت شما عزیزا و خوبایی که ما را از کابل سیتی بینند هستین. امید که همتا جور صحت منظر حال باشین. اگر شیمگکای تا نرفته باشه که آمد آمد افتار است، بخیر یک چند لحظه بگویم، چند ساعتی بگویم، زیاد نمانده، زیادش دیر شد کمکش مانده. اگر برنامه ما را بیننده باشین، یک چیچاگه کم در بین خود داریم، شیرینک. زینب جان چطور استی؟ باستم. یک سلام میتی؟ نمیتی؟ کم میشه نه؟ خلاص نشه یک دفعه سلام باید یک قند خور شیرینک. خوش آمدی وصال جان. خوش باشی، تشکر سنم جان. دوستان عزیز، من هم سلام تقدیم میکنم، خدا کنم تو خوب خوش باشین. بازم در خدمت شما هستیم. اگر شما باید داشته باشین، نمیفهم که برنامه را دیدین ندیدین، شبانه جان باخته بود. باختم نه باخته بود، اما خودش قبول کرده بود که مهمانی بده. باختم پس از بازی کردیم، من باختم. اولین کس از بازنده است که همیشه میگم من باختم، من باختم، من باختم. دیگه امونجا گفته بود که یک مهمانی به افطار دعوتتان میکنیم. دیگه امروز خوشبختانه آمدیم به خانه شبانه جانشان هستیم و چند ساعت مانده به افطار. دیگه اینجا آمادگی را گرفته سرما کار بکنه، سرما افطاری آماده بکنه. دیگه همیشه من میگم در برنامه، میگم که مثلا نمی برنامه های ما لذتش دمی است، هم به خود ما هم به بیننده های ما است که همه ما یک جا باشیم، اونمو کار میکنیم، اونمو چیز را آماده میکنیم، به مقابل دوربین باشه، همگی دست جمعی کار انجام بدن، فعالیت بکنن. به خاطر از اینکه مهمان گفته دیگه ما نمیشه که بشینیم، یا سر صاحب خانه گفته شبانه جان زحمت زیاد شبکشونم و صفا و صمیمیت دینی است که جای کار کنین بکنین. به هر ترتیب دیگه خیلی تشکر شبانه جان عزیز از اینکه ما را دعوت کردی. دعوت به زور بود البته که ما خود ما چشم سفیدی کرده اومدیم، اما هنگی کرده بودیم. شبانه جان گفته بودیم که میم، دیگه خودش بیچاره آمادگی گرفته، سودای اینش خریده. دیگه گفت که من نخواستم که شروع بکنم، کل ما یک جای شروع میکنیم. یک جان تشکر را شبانه جان عزیز، ما خوشحال هستیم که در خانه خود هستیم. شکر شکر که هستین، شکر که آمدین. بخیر گپ ما زمین ننداختین. دیگه امروز دوستا خواستم که همکارکای ما دعوت بکنم به یک افطاری خورترک. دیگه قدر چیزای زیاد نگرفتین، نه خدا کنه خوشتان بیه، کم ما و کرم شما. دیگه شکر دوستا عزیز، یک غوری ترکاری، گوشت سینی مرغ، گوشت سینی مرغ که دیگه چقدر قیمت شده نه، که سمت چشم درد میشی پشتش. ای رومی های سرخ سرخ مزدار، چقدر خوش رنگ. ای پیاز که فعلا بچه فلم شده در بازار که اند کت گوشت کلم زنال. دیگه پیاز قیمت شده، قیمت شده. دیگه دیگه چی باشه؟ شبانه جان خیر ببینی، اونجا دو دانه کوک هم میبینی. کوک هم سایشان از چشم تا در کوک نگی از خودم هست. مگه یادت ما کردم شادت خواه کنه، مگه کل باقی که بخوری قدر یک سیوه ندانی بیفایده است. با اون نیست که تو گوشت مرغ یا مثلا قرمه پلو ایجی چیزا رو بر ما آماده کنی، ما نان و چای تو را و پلوا نمیگیریم. واقعا نمیتوشانی واس صبح چطور کنیم، صبح بخوریم دیگه، صبح چطور کنیم. یگانه چیز که بر ما شما مهم است اینه میره فقط ما شما، دوستی ما شما. دیگه خوردن خواست در جای از گمش پشت از خوردن نگرد، خوردن علف از شیشتن شرف است. یکی خاله ازا جان، ما خوش ما به این خاطر میه که این برنامه سبب میشه که ما بیایم فامیل شبانه جان ببینیم. اگرچه بعض از برنامه های بود رفت آمد و فامیل ها میباشه، یکی خال رمضان هم آمده و قدر نمیباشه رفت آمد. امی خوارک شبانه جان مادرش که بسیار مهربان است، پدر جانش بسیار یک فامیله که گرم و مهربان و خوب دارن که واقعا آدم دلچسپی پیدا میکنه که بیای رفت آمد داشته باشه. و این برنامه بهانه میشه که ما بیایم فامیلش از نزدیک ببینیم. دیگه شما بیننده ما باشین که کم کم باید آمادگی بگیریم، دست شور بودیم به خاطر که آمدن افطاری است.
مدام عید از بخیر. خال از جان تو هم اونم قصه نشد میگم تو یک سره گرفته رئیستیم یک دفعه عید از پیش مونتیم نشد. یه پس مثال امروز نیفا روزه سرش تاثیر کده بیشیمه استه روزه ای را برده ده مرا هم گفت مرا امروز روزه برده او را سیل برده و سیل پس نجاتش داد. نه نه والا مرا روزه نبرده باش که شما سه نفر یک جایی گپ میزدین مزل کامرامای نماز یک گفت میگه برای خدا خدا روی تانه ببینه نکنین یک جای گپ نزنین یکیت گپ بزنین که مام بفهمه مردمم بفهمه چی میگین دیگه به خاطر از کمکم پیشتنم جان شما گپ میزنین من محترمانه گوش داشتم یک شنونده خوب شده بود بر چند دقیقه قربان سلامت بشی خیلی خوب است استاد شروع هم بکنیم قصه هم بکنیم دیگه امروز میخوام یک آچار گوشت براتون پخته کنم برای یک برنج صافکی دیگه نفهم که مزه‌دار می یا نه دیگه خدا کنه خوشتون بیاد خودت پخته کنی مزه‌دار نبیای نه خودت پخته میکنی تشویش نکن اینه بعد استم مشکل ندارم شوخی میکنم قربان تا سلامت بشین اگرچه دست پخت زیاد خوب ندارم اما کوشش میکنم که امروز یک سگ خوب مزه دار بیه مخصوصا شبانه جان زیاد کوشش کنید دیگه دیگه وقت خیر است تحمل میکنید افطار نمیشه دیگه گوشت نمیاد گفتی به خدا این نمیگه پس که خیلی استاسو شروع میکنم با می گوشت مرغ بر ما بتین مسئولیت عمود ما بگیرم صحیح است ما ترکاری پاکنیم فعلا خاله ازم نزدیکم پیاز بانجان میسته پیاز بانجان می تو تکنه تا وقت مامرای زینب جان یگان گپ گفت داشته باشه خدا همی پیاز که آدم هم بزنه اونمو رو برمه پیش کنه ما همیشه وقت برنامه می داشته باشیم در خانه خود ما چندین بار است که بار چندوم است نیفا حساب نگرفتیم زینب تا که دو برنامه نباشه دیگه اصلا درش آرام نمیگیره بسیار علاقمندی خاص داره دیگه که میگم کار چی وقت میاد چی وقت برنامه ثبت میکنی چی وقت مرا در برنامه میبری حتی دفترم که میگه چی وقت مرا میبری دفتر گفتم بشی باز می برنامه خسته شد برنامه شروع شده بود زینب اگه چی میگه شبانه میگه زینب جان نمیشه که تو در برنامه نباشیم بگن نه نمیشه زینب خورخندهت میگه که زینب یک سلام بر ما نداد به خورخندهت یک سلام نمیتی تو خودم میبینه قار استی؟ قار است خورخنده داری؟ چند تا خورخنده داری زینب؟ سه تا نامایشان چیست؟ ابو مروه خورای خودم میگه یک تا دیگه مان یک تا دیگه شکیست؟ خودش عنیفه عنیفه؟ ابو مروه عنیفه کدام شبا زیاد دوست داری؟ عنیفه را کتمو زیاد ساتیری میکنی؟ خو آل خو سلام بده اون عنیفه استن و چایل داره میگه برم سلام نمیده ده دانه عنیفه دیگه شیشته ده دانه هم نشد از ده دانه هم زیاد باشه بگو سلام عنیفه جان تو زبان تبکش تو زبان داری زینب زبان تبکش بس که زبان تا آل خو سعی کنیم که روزه گرفتی؟ نگرفتی چند روزه روزه گرفتی؟ ایچ نگرفتی؟ زینب خیلی بس کلام کشد زینب جان میگه مایده که دیگه چه مایده چی؟ سنگ زدی؟ چای همه چای؟ از اون مایده نمیشه دیگه تا گوشت نخوری آه. گوشت خوردی؟ در پس شوی بیدارت کده بود مادر در سحری؟ چی پخته بودین؟ چی خوردی؟ دونه تو که روزه نمیگه چور در پس شوی میخیزی؟ نه اوه میخیزنی اوه میخیزنی اوه خورد است؟ خورد است؟ حالا میشه وقت که ما میمینیم زینب نینمی خانه شبانه شانسته خانه خودتون کجاست خانه داری نداری بگو زینب خانه کجاست خانه خودتون کجاست ایده بی گپ بزن خانه تون کجاست پی نسیل تون خیلی مجبور دیگه زینب بگویم برو دیگه در پشت کمره باش گپ نمیزنم برای ما آه دیگه بکشین شد برنامه گپ نمیزنم نه نه شبانه گپ میزنه گپ میزنه گپ میزنه نی خو خر یک چند قمره ما دوستای عزیز اونس بگیره گرچه که دیدیمشم خب بازم امتفلاک مهمانم میبینن یک کمک اوشپرک میشن فکرشان دیگه نمیشه خیر است گوشت مرغ خوش داری؟ نه چی پخته کنه برد شبانه؟ فرنی فرنی؟ فرنی پخته کنه برد خب فرنی دیگه چی پخته کنه؟ چیزنه بایدت کالا جور کدی؟ چی جور کدی؟ چی گیرم؟ شب پدرم جور کرده شب پدر جور کرده پدر جور کرده خیلی خیلی اما مامایت هست؟ اما یک ماما دارم خوب است که سات شبانه شانم تیر از دیگه اینا امرای زینب جان خورد بوده دیگه حالا اینا کلان شده ما چند برنامه که حالا بودم فکر کنم امیر رنگ رک فیلن زینب جان پوشیده خوبش نام میگیره این امی چی رنگ است که پوشیدی زینب؟ سرخ اینا یاد گرفته او وقت میگه خورس چی میگه میگه خورس حالا یاد گرفت دیگه جواد شد زینب جان کدام رنگ خوش داری زینب؟ کدام رنگ خوش داری؟ آبیره آبیره خوش داری؟ آبیره و جان میتر دیگه خب آبیره دوست داره خیلی چرا آبی نمیپوشی؟
آمیره نبشم سو پسن بس برم سرخم میپوشانه امشب شرخ سرخ خوش داره در دا ایدت من کالای آبی میگیرنی؟ ما پدر جانت میگیم که همت یک پیرانک مقبول آبی برات بود بود زسه ایست؟ رنگای ناخون زنه بسن کنیم نه سرخ سرخه نه دختر با سلیقه دگه از اینم یالا فیشنی یک هسته خندو لکه بخیر هسته دیگه باش کالا ما هم روزگومی نکنیم خوب است مایک نمیگیری داد است یخ زده خیر باشه مایک اینجا میمونم دوستای عزیز که سنم هم اگر گفت زد صدایش بگیره من خواهیم پیاز کچالو رو گرفته برم در بیرو چی میکنی بیرو؟ نه خالتو جان خودت بیشی امروزم سیسته؟ نه امیر امیر برم در بیرو بشویم پاپ کنم مویاشا بکنم پستاشا پستریشا بکنم اسو کنم براتان میده کنم بیارم داده یک پرتش خیر خالتو خو خیر امیر جا پستش کو باز در رفت برگشتی که داشتیم میتونیم بریم خود ما بشویم اشتا که زحمت نکش به زحمت تو قراوادار نیست پیاز شپوس که خاله زجان خلاص دیگه باز خود دوستای عزیز به خاطر از این خاله زجان هم کار که بکنم ما هم کار ما رو چند دقیقه پیش ببریم شما بیننده باشیم دوستای عزیز بخیر و سلامت باشین از اینکه ما را بیننده هستین دیگه کم کم کارم از اینجا تمام میشه بسیار کمش شبانه جان دستش درد نکنه گوشت مرغ سینی مرغ توتا توتا کرد همچنان خاله عزیز جان قربان دستت سلامت باشینم پیاز پوست کرد امرای بانجونمی سیر رنده کرد ما و سنم جانم دیگه گرفتیم ترکاری را دانه دانه کردیم پاک کردیم نگاه تو میگه ترکاری چیندم ما میگیم پاک کردیم دیگه نمیفهم کار کس چی میگه دیگه فکر کنم که مسئولیت برنج پخته کردن به ما دادن ما چون سرمش تو کیتو بار کرده بخاطر که زیاد مزه دار پخته میکنه چون برنج میکامده ساختم مزه دار سلامت باشی زیاد مزه دار از اما زیاد خوردنی مزه سال جان برنج قدوس داره کیت پرسانه خصوصا یکی شروع برنج دیگه باشه دیگه آقیان برنج دیگه کیف کننده است برنج که خالی باشه اصلا دلم نمیشه اما گفته خاله زجان امروش یک چیز باشه چیز نیه چهار تا دیگه کچالو باشه خوش دارم برنج خوش که خوشم نمیاد گلو نمی میخوای رقم بند میمونه دیگه باش که شبانه جانم فکر کنم میخوای اخته بکنم ما هم بلند میشم که بسال جان خیلی ببخشی گفت تکتون به گل بزرشه تو خو بر دیگ میخیزی سیست درست است هم به زحمت هم میشه دیگه به خاطر که شبانه جان ماس کار داره ده ای اخته کنی یعنی اما ماس هم دم بالاس از خیلی سر بیان خو میخیزی امو را نیست کن باش پیدا کنه از همینجا شما مامرای مزیاد به زحمت دیگه کسی همه تو نامه کنه وصل جان چی کم خاله زه جان چرا ماست خوردی؟ بارم نمیشه ماست خوردم گمش که قرار روزه خوریم به یه اندازه دیگه نمیشه تو روزه رو نمیشه میده بشه ما بخوری خاله عزیزم اونجا به خدا که اونجا باستو یه نه خو یه نه قاشق سیکو که دادان گمش که سو کتر به خدا یه چیلیش خندیسی خاله عزیزم به خدا که خورده باشم قسم از روزه دارم سر تا شما سرپرستی تا نمیکنم شما میخیزین رچ که دلتان شما میکنین کت کو کمره رو کت کو نه که چی ما کمره ممره رو کار ندارم کسی تو نمیکنه از خدا بترسین یک ذره تو نه کت کو کمره رو یک دقیقه کت کو خالص به خدا من سنن تو چی میگی؟ میخوری خب بشیری کسی نه خب بعد است سنن به خدا که روزه رو نخوردیم اون اونجا ماندگی و شبانه آورده بود خیلی 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 خیلی
سنم تو از برای خدا خاله عزیزه چی میگی شما؟ بوسم جان من دیدم که قاشق دادن که قربان سر چوا من قسم میخور شما نتونستی مادرت میگه که یگانه خاله عزیزه در دفتر از در بیرون از در خانه از هر جای که برنامه صرف میکنم بعضی مثل ما وره در سر نمازی و سرپرستی کو میگه تو ماست خوردی ماست گفتم پایین کو یک اشتباه بزرگ کردم گفتم ماست پایین کو قاشق ماست پر کرد خورد خاله عزیزه زبان ماست کو خاله عزیزه زبان تو خبر داری خاله زولا گناه شد تو در گردنت میگیری که روزه است مامی ها لوزو دارم خاله زیزه نماز خانده روزه دارم چی نکده ای رمای مبارک رمضان با سیکو قاشقا منت بازی حالا سیکو ما میشین روز تمام روز بیا پلکت به پلکت یک زمت بکنی مشکل هم شد برسته زمت بکش دیگه که باز آخر شب بیه چیز در یک قاشق ماست نزده خلاص روی زده خاله زولا بسید هم تو یک دختر از روزی خدا بخوره تو میره خاله من دیدم که خورد خاله زیزه گناه داره رمضان است ما به خدا شما توقع ندارم چی میگین؟ صحیح است من توقع ندارم هم بخوری هم ندارم کلان است احترام تا میکنم من قسم میخورم روزه نخوردیم حالا خب من دیدمت که خوردی پشت سنونه بود روی تو سو خوردی خاله عزیزه حالا من به قسم میخورم میگم روزه نخوردیم روزه دارم زبانم است کو ماست خودش سفید است صحیح است که زبانت سفید است اما ماست هم سفید است بیر رقم خود نمیشه وصال جان دیگه تو که باشه ما نه در برنامه میایم کتون نه دیگه ما کتان در برنامه میشیم نه ما برنامه سب چرا که ما کلان تان هستم سبا ما مسئول تان قرار میگیریم تا که در دفتر برسیم در دفتر که رسیم ما پیشینم رئیس خوشن اگر من روزه بخورم وقتی که کس روزه میخوره از خدا نمیترسم از بنده خویش نمیترسم آلو خواهد چو از اونجا گرفت خاله زور چرا قم دا اونجا پیش کرد؟ آلو از بنده که نمیترسی سایی ایچ از بنده نترس سایی که وصل جان خب اگه تو روزه رو خوردی ما روزه رو خوردیم وصل جان سایی که وصل جان نترس نترس از مایش نترس یعنی چی نترس خاله زمه که نخوردیم روزه رو من از خدا نترسیم که بخورم از بندهش خود نمیترسم نه کشه با نه نه نمیخوایم بانش که برم اینا روزه رو نخوردی خو دوستان میبینه که تو روزه رو نخوردی آزار دادی خاله این کی آزار داده تو خیش خلاص نمیشه تو خود چه باش غیر از هم پشتی میکدی با خدا ما رفت پشت مالا خال پس نمیه نه دیگه کار نکو دیگه کار نکو ناز نکو نه دیگه کار نکو بخی بعد از حالا خانه سرم شبانه شون آمدی من بخی نمای یادم میره بخی زدین خرا 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 دوستا ببینین که راستی نه خاله زهنش کار نمیده که خانه کی آمده نه دیگه ما آزار دادیم دیگه اخوی نخم آزار ندیم با خودم دوستا ببینیم میگهت من از آزار دادیم با قام آزار دادیم دیگه نه قار نمیشون بازده چی با ما بسیار پابند روزی خود هستم خداوند قبول کنه ما با خدا حتی از خوردی که خورد بودم پت مروزه هم میگرفتم من قدر علاقه من خیلی دوست عزیز من ماس خوردم هیچ کپ نیست من ماس خوردم نه نخورده او رو خود وطنهای ما بینین دست میبینن که ماس سال جان تکت اما ما سرش یک کمک زرگه تو مت این چی بسته کنیم روزه خوری خبر داشتیم خبر داشتیم امروز یک ذره گرفته مال میشد و سال گفتیم یک ذره یک سر حال شوه از خود یک ذره دیگه ما گرفتیم خوب کردین خیر وای یک ذره گرفتیم خداوند نجوشن است خدا زنده باشی بخیر باشی من گفتم اومدم که قسم جنگ تو از من گفتم چیکار کرد خدا خیر کنه از ازیا ترساندین مرا خب یه باز یک رقم پشتیم شایطان مگه دکات نمیدیم فرق سرش ببینیم تو گفتم خالی زبختر که سال روزی خدا نمیخورم اما مطمئن است نه برای خب من سرش ست تم تو این چی دارم اعتبار دارم که روزی خدا نمیخوره اما هر خانم بعد روزه بخوره خب نه دقیق ناق وصال جان روزی خدا نمیخوره یکی ما نخوردیم خب
تا کنچی نباشه دیگه نه امر خدا نباشه دیگه از خاطر خواستم یه ذره بازار معذرت میخوام گفتن یگان تو من یک آدم دارم بسیار زود عصبانی میشم از کنترل خارج میشم زیاد خود کنترل کردم چون خانه شوارم جانم چون بود نخواستم و یکی سخت به خاله زجان محترم دارم نخواستم به احترامی شو برش خود کنترل کردم اما یکم موضوع روزه بود واقعا دیگه من از کنترل دارم یکی خاله زجان ایتو دمی نقش دارم که من خودم ترسیدم من نقش من امی بود گفت یک ذره اینالت هر دو تو خبر داشت کوارت تو دستگ خود من این نقش داشتم که خاله زجان رو باید من کمک میکردم که یعنی باوره خدا و سلام شه یا واقعا سرمت اومد میکنم چی میکنم باز مک خاله زجان رو خود مقال شدیم من بیخی اگر رقم شدم کارم یادم رفت نه با اون خاطر خون چیسه زنه بده بای من شون مگه و سلام لکنه سر و سلام لکنه سر سنم چو بسخ نه دیگه و سال جان و قدر و خاله زجان خب بازم سر یک تو مچه واقعا نصابونی بشه با باو چو نه نه با باو نیست قند دختر هست سنده باشی سنم جان عزیز خودت هم قند و نازلین هستی من راستی هم یک کمک گفتم یادت رو مسته زود کمک تون میشم اما باز این موضوع که حل شد و نشد باز کینه دل زیاد نیستم در دل زیاد نمیگیرم بازم گفتم در موضوع روزه خیلی اساس هستم شاید بعض دوستا بگن یه قدر چی هم نیستی یکان تا میگم ملا دول هستی چی هستی موضوع چون هم نیستم اما واقعا که ماه مبارک رمضان خیلی دوست دارم که همیشه روزه بگیرم و حتی من یک ماه دو ماه پیش بسیار خوشحال می باشم از رمضان یکان تا میگه بوی سال نو میه بوی بهار میه من بوی رمضان حس میکنم و خیلی خوشایند می باشه برام دیگه خدا نکنه که من هیچ وقت روزی خدا قصدی بخورم نه زنده باشی و سال جان قند خدا نفست کنه خدا کنه وطن داره عزیزم دیگه ما را دیگه انگشت اعتقاد سر ما بلند نکن دوستای عزیز ما خواستم که می کم ذره و سال جان آزار بتین خیلی دیگر رقم ساز شد تیر نمیشون نه ساز ما تیر بود خود تک زر مود تا هم بود از خاطر باش ما بخی آفش کنیم فهمیدی؟ مود ما آف نیستم دست پایم یک رقم گفتی اگر تو سوستی سوستی میکنم تا سیرا تو دشتگیست خیلی دست عجلا دارم شما در گفزدن دارید من وقتی دخته کردم بخطر که فهمیدم که وصال جان گوشنم خیلی ببینی زنده باشین بخیر باشین بازم خفه نشی وصال جان نه ما عادت کنیم به کارات یکار نفده فکرم نمیشه خو خیلی دیگه کشش میکنم بعد از فکرم باشه دیگه دختره گذت تا باش ما برنج بندازم یک دفعه وصال جان ترکاری را بشویم سنم جان وصال جان آزار دادم نو خانه اومده به مچ برنامه دومش بیاد سومش بدونه مقدارش بود زغاله میکردم فامیلی دمو اون چی زغاله کردن بر ما مو پروژیسر گفت که این چیز باید سر از یک اکشن کنی سر از این اکشن کرد می دیگه از خانده یک قسم سست مانده اش کاش از کم سر کدر ایست یای ده بیرو رو ایک قدر ممی وطنه عزیز ما چی کده بود انگشت خود بلنگ گفت تو امی وصال جان خفه کدی وصال جان یک قصر منت سنت کدی تو کدی تو کدی اما این کلش کس یک تند است یا مثلا یک شوخی می باشه شوخی است نگه اه نمیبینی اینه تو تو میکنه میگه نیز شبانه ای گاز تان قار کده میگه خود شبانه ای روشن کنه چی کدی؟ بینی ده؟ نه من میگم ایش گاز اینا سعی کن بسال جان بیخی دیگه باش خیر من مردم های طرف هستی دوستا خیلی شما بیننده برنامه ما باشین هستیم در ادامه Thank you.
سلامت باشین. ادامه برنامه هست که آمدیم ترکاری را آماده میسازیم. ترکاری های خوب خوب شد. خیر بینید دخترها، زیاد امروز به امرای من به زحمت شدین. اگرچه نام مهمانی بود اما کل کار خودشان کردن. هیچ مرا نماندن و قدرم. دیگه بازم خیر بینید، دستایتان درد نکنه. خالص جان، سلام جان، وصال جان. دیگه خانه خودتان از دیگه هم تو خانه وصال جان خانه خود فکر میکنیم. دیگه هم تو خانه ما هم خانه خودتان است. من خاله خانتان بخیر. میارم بله برم شوال گرم. اما رکات نگارم اونان ما خلال شما خواه زخیر تو بگی قطع نکن بیشه مرا میشن مانیم نه خدا نکنه دشمن بشر من چرا بشر می دهی دیگه چی گه پس باش کالیم چرا خمجور سنم چرا خمجور میکنی اوکی یک رقم بیانی اینه زیر دلو مسته بگی خواه باش کما برد خیلی تو اینجا خسایی است نه نه این دیگه کم بگی مثال جان دیگه دوخ تیار میکنه دور از دلتان دوستای عزیز دیگه پرنگاو برتان چورمش کردی توربی چه اگر شور بدیم چه کش زیاد او کردی یا نه والای دست یک نفر نبوده خب مایک سنم چه؟ اینه میگیره مایک کجا رفته؟ خیر خودتان دستت بند است سنم جان اینه قسمت بانو باشین ده اینجا اگه نصبش میکنم سیز صدای مرا میگیره صدای خود دام خیر از یک دوغ مزادار کوشش میکنم که بیایه دیگه انشالله بخیر چه سحمت نداره خب کدام چیز باشه انشالله که شما آماده بسیدین حتما مزادار میه خیر بیبینی جان خب باش که من برد چاقوگه که بگیرم تو گردک گردک مایده کنم این دلیل چیزی نگرده این خالیزه خب های نمای که که من میگیرم خالیزه خب اینجا بند میکنم بازر دیمو گپ میزنیم باشه من تنها گپ بزنی یک نفر باش خیر سر دیمو گپ بزن باشه آر دیمو گپ میزنیم مسئول چه بانا جان مسئولیت افطاری را کی داره مسئولیت سحری را کی داره چون تعداد شما کم از اگه دخوارا و مادر جان و تو پدر جان تستین کی مسئولیت داره نوبت دارین یا هر کس بیدار شد چی رقم است از شما ما هر سه ما به خدا اگه یک روز یک متعیر کنیم یک روز یک متعیر میکنیم به خاطر که مادر جان خسته میشنی به خاطر که هم تنها است دیگه خوارم خو فعلا جای کار نمی کنه در خانه می باشه او امرش کمک میکنه باز روزایی که مام وقت تر از دفتر بیایم باز حتما امر مادرم کمک میکنم به خاطر که باز خود ما مرام نمیگیره چرا اگه او روزه داره مام روزه داره کل ما روزه داریم نه مگه باید سهم بگیره به خاطر کمک میکنم با سحری را مادر جانم زیادتر وقت آماده می سازم بیدار میشه شما را بیدار بیدار میشه در خواه که دخترها از را تنبل می باشه که بگو بخ که سحری خاله ایسا جان نگه دخه آه ولی از خدا بخ که آزان می بخ بخ بخور نگل خمانان یا چه بخون پس خواه شد ایخه گب می زنی خواه خیستن دیگه یک دخه اصلا نمی کنی غال ما غال اندختی باز یادی که بگیش که بخه بخه دیگه قهر میکنه کمپال چی کلیه هم به سر خود کش میکنه خیره بخزن به خاطر که روزه بگیرین صبح سعی گرفته بتونین باحال باشین فامیلی تر تازه باشین بخن هم تا خوش خوب سحری تا نکنن و یکی بیشتر گپ سر افطاری آماده کردن مادرها آمد واقعا مادرها اونم تو که یک ذات مهربان هستن دیگه خداوند هیچ وقت کمشان نکنه آمین خصوصا وقتی که افطاری میگن یک انسان با یک انسان دیگه اگر روزه دار باشه با یک روزه دار دیگه افطاری آماده میکنه یا افطاری میتیش ثواب روزی از اون میگیره بدون از دیگه ثواب از اون کم شه یک مادرای مهربان برای یک فامیل هم با وجود که خودشان روزه دار هستن ما مطمئن هستم وقتی که در سر روزه افطار میشه هیچ که نباشه مثلا اگه 6 بجه آذان شام باشه 3 بجه 4 بجه حتما میرن داخل آشپزخانه بر علاوه از اینکه کار خانه را میکنن اولش مادر جان خودم چون ما روزانه مصروف کار میباشیم میاییم به دفتر دیگه مسئولیت خانه رو میگیره بیچاره آفرین شما افطاری را که ما چون در برنامه خود ما میجا افطاری میکنیم این طرف های شام میریم خانه در کار بیچاره تنها میمونه سلام برسه برش واقعا من نمیفهمم که چی وقت باشه که بتانیم اینقدر مهربانی شانه ادا کنیم اگر چه آدم نمیشه میگم مادر و پدر و اگر سرشنایت از خانه تا حجام ببری حق شدا نمیشه امو که پس که دمی گپای خودت بادرنگ همو احساساتی شد از همین از دمره زیاد احساساتی گپ زدم نام مادر زیاد گرنگ است نه باش تو که سنن پس من دیگه من از دلم جور کردم تا اینجا دیگه گپ زدم خوارا گرخشم خب که دیگه بزن مشکل نداره هر چی گپ نیست هنوز افتاری وقت مانده دیگه هم دیگه دوستا سر گاز است برنج و سال جان خیلی بینه آماده ساخت زینب هم دیگه تو نخوردن مصروف هست مثال هم ندارش کنه رئیس خورده رئیس باشه از طرف ما این نوشی جان کنه ام قشقه بسنم آم میگیرم خالیزم دیگه قرمه آچار گوشت که گفته بودیم مورا هم دیگه آماده ساختیم سر گاز است که بخیر یکم آب داشت
اما اوش خوشک شبه باز گلش میکنیم. بخیر نمیفهم که ساده دستم از بسر میکنم که چند نقه مونده. بیست دقیقه دیگه بخیر به افطار مونده. بیست دقیقه دیگه دیگه هم شاید شبه. مختم همسایه داری؟ آه دیگه همسایه داری باید داشته باشی. امروز هم همسایه داری؟ رمضانه خوبه یک چاقو ازت خواستم همسایه که میگم چطور گوش نبودی؟ یک چاقو ازتان تلویتون که گرده ده؟ یک چند ساله پیش دخترها بین همسایه رواش بود ما میکاره کردیم همسایه ما رو همین کارا رو امروی ما مثلا روغن خلاص میشد باز میرفتی روغن میگرفتی مثلا یک چیزی که کار میبود نه یک دیگه چمچه و کمچ میمان میومد غوری میگرفتی بعضی چیزا حالا این چیزا فکر کنم داخل جایا کم شده و در بعض جایا هست در ولایت خیلی زیاد است هنوزمونمو کارای کمسایه دارن همسایه بخشی بگیم از لازم خوردن اینا هم دارن و همسایه بخشی در ماه مبارک رمضان بیشتر همسایه دارن هر چی که پخته کنن کچالو باشه قابلی باشه جور میکنن مثلا یک همسایه به همسایه دیگه روان میکنه چی زندگیش خوب باشه چی خراب باشه و همچنان سلام جان شارکت که در مسجد روان میکنن کسایی که افطار دارن ما می کار مثلا فعلا در کابل هم هستیم میکنیم زیاد نیم مثلا هر کس به اندازه توان خودتون هم چیزی که پخته میکنه به مسجد روان میکنه چون بعض وطن داره ما هستن که میان به مسجد افطار میکنن چرا خالم چرا چی شد بند دستم منم خیلی بشو تو کار من دارید نخورم نه بچو پیکنم نه خیر از حاجه چاپین سر تا بستش نکنم قرخت نشم بیره خانی نمیشه داشت عزیز قسمی که میبینین سفره هم آماده است و چیزی زیاد نمونده به خاطر آذان محمدی خوب است که اقدام داشته باشیم به هموطنای عزیز ما پیش ازی که همکارم دعا بکنن تشکر میکنم از شبانه جان عزیز که امروز ما را مهمان کرد یک سفره بسیار مقبول و رنگین بر ما آماده است قربان تشکر سلامت باشی درد نکنه خیلی سلامت باشی شبانه قربان سنم جان هیچ بفرمایید تمام دعا هم بکنین که آذان چرا نه سنم جان و شبانه جان خانم بخشید من اشتباه گرفتم یا خداوند متعال به برکت از ماه مبارک رمضان چی که روزه گرفتیم نماز خواندیم عبادت خدا را کردیم خداوند قبول و مقبول و درگاه حق بگردیم الهی آمین خداوند متعال هر مشکلی که دارم چی ما چی دیگرها چی هر دوست کس ما کس خداوند آسان بگردانه خداوند پاک چیزی که مریضا در شفاخانه به حالت کوماست خود ما میبینیم که چقدر مریضا در افغانستان خداوند متعال شفای کامل نصیبشان بگردانه خداوند متعال هر مرادا هر مقصدی که داریم هر مشکلی که داریم خداوند به مراد مقصد ما برسانه مشکلات ما را حل بسازه خداوند متعال از همه چیز که در نام نیک بخت بلند نصیب کل سیاسرهای حل اسلام جوانای حل اسلام چی مرد باشه چی زن باشه خداوند برسانه ازشون خداوند متعال به برکت از این ماه مبارک رمضان به برکت از این دسترخان سخی خدایا دیگر تو یک رحم روشنی سر ملت افغانستان بکنی خداوند یک صلح آرامی آرامش ارزونی رو در افغانستان بیاری که این مردم درد دیده و رنج دیده افغانستان ما به خیر به خوبی در کنار هم یک دیگه خود به خوبی و خوشی زندگی کنه اللهم اینی لکسم تو و بک آمن تو و علیک توکل تو و لا رزق که افتر آمین آمین خدا هم ما شما را قبول بکنه آمین آذان محمدی هم هست بس افتر میکنه آمین
بگی مثال جان دیگه خودتان برخون بگیرین دیگه سلام جان خودتان بگیر از اینجا بل خاله زر بگی برترسی خوش داریم ببخشین دیگه قدر چیز زیادم نیست دیگه مرا ببخشین به بزرگواریتان به خاطر که روزه بود اگر نی خوب آمادگی زیاد برتان میگرفتم الکل یه بیشی من میباشه خالص بگی افطار کو روزیت بسم الله خیر و سلامت باشین که تاییدم همراه ما بودین بازم سلامت باشی قربان چبانه جان خانه تا باد که سلامت باشی اینقدر کت ما به زحمت شدی خود فامیل هم کت ما به زحمت شد خودت به زحمت قدر نشدی فامیل زیاد کت ما به زحمت شد نیونم به زحمت نشدن انشالله که شوخی میکنم یا سلامت باشی خداوند سرخانتان هم تو قدر نخوردیم ما کم کردیم خدا زیاد کنم مثال خویش نخوردیم قابش هم تو خوردیم گلاس های ما پرمانده دوستای عزیز بوری های ما پرمانده ای پتنو سرکاری من پرمانده هیچ چیز نخوردیم فقط کل شبانه جان بعد از رفتن مال خورانه نه از خوردنش مال مشتا هیچ خیلی که خورده ما خو اما قدر اشتیا دارم شبانه جان بازم افغانستان دوستای عزیز یک رسم است هر قدر که بخوری بعد هیچ چیز نخوردی هیچ چیز نخوردی از اون اند از اون نه دلکت جمع باشه شبانه جان عزیز واقعا همش نه خدا دنیا جان یک کیلو را برنج خورده خیلی بیتره برنج نه دنیا خورده نوش جانش رو داری بره بشوی میگه گلاسه ها میخورم دیگه چیز نمیتونم خورده نکار از اون مشکل هم از رکم رمینی و پروسری اینا کار آسان نیست آقا سخت است نوش جان دنیا عزیز نوش جان داری درمان بخیر باشه من نمیفهم چرا که دنیا جان اگر بزرستم که بخنده میگیره خیر است فکر کنم که تا این برنامه پر از دنیا میگم میگه شما خوش کمای رسید کردیم منو سیر نکردیم شما خدافیزی بکنین دیگه کم کم به طرف خانه زندگی خود بریم کالا نگن چشتن اینا دیگه بازم تشکر شبانه جان عزیز بر علاوه که بسیار غذاهای مزدار پخته کرده بود واقعا یک چون نصف روز آمده بودیم یک روز بسیار عالی بود و فعلا هم که شام است شب است واقعا یک شب عالی بود خیلی تشکر که دختر با سلیقه با ادب مؤدب مهمان نواز خیلی خوش گذشت قربان دستکای نازت قربانت سلامت باشی زنده باشی شبانه جان قم ببخشید زحمتارا دیگه واقعا خیلی با زحمت شدین خیر ببینید هرچه که تشکر کنیم بازم کم است دیگه خیر ببینید زنده باشید بخیر باشین وطنداران نازنین دیگه شما را به خداوند یکتا میسپارم شاد و خرم باشین خدا حافظ خدا نگهدار دوستان